در خانواده کرامت حرف اولو میزنه. میدونید رفقا یعنی چی؟ یعنی ادب واجب تر از محبت. ادب واجب تر از محبت. در خانواده ادب مقدم است بر محبت. در خانواده ادب مقدم است بر محبت. وقتی شما محبت رو جای ادب بگذارید میدونید چه اتفاقی میفته؟ محبت نداشت فوش رو میکشه. وقتی محبت رو بذارید جای ادب میدونید چه اتفاقی میفته؟ محبت نداشت بی‌اعتنایی میکنه، قهر میکنه، این رفتار زشت. وقتی محبت رو بذارید جای ادب، محبت نوسان داره دیگه، کم و زیاد داره. یه وقت به یک کسی بیشتر علاقه منتر میشه، به او ابراز محبت میشه، تبعیض ناروا میریزه تو خونه. ادب یعنی احترام، احترام یعنی اصل کرامت نفس. من احترام بچه‌مو باید حفظ کنم، احترام همسر باید حفظ بشه، احترام نباید سرش بخوره. افراد وقتی در یک خانواده کنار هم دیگه قرار گرفتن، اصل اولی ادبه. آق والده شدن مال دوست نداشتن بابا و مامان نیست. یکی ممکن دوست نداشته باشه بابا و مامانش، خب دوست نداره دیگه، چیکارش کنیم؟ دوست داشتن که زوری نمیشه که. یه چیز دیگر رو بیشتر دوست داره، باشه، بی ادبی نباید بکنه. چون اصل کرامت انسان، اصل حرمت انسان، اصل اوله. هر کی میخواد مدیریت بکنه، مامان تو خونه ناراحت شده، زبان خودش رو کنترل بکنه. زبان خودش رو کنترل بکنه. بزرگترین فضیلت برای زن چیه؟ حسن و تبعل، خوب شوهرداری کردنه. چرا؟ چون خوب شوهرداری کردن برای زنها سخته. برای چی؟ برای اینکه ببخشید آقایونا، آقایونا نوعاً یه مقدار شلختگی دارن، یه مقدار بی‌عاطفه هم هستن، یه مقدار کج سلیقه و بی‌ذوق هم که هستن، این کفر خانومه رو در میارن، این باید اینو تحملش بکنه. لذا میشه جهاد المرأه حسن التبعل. شما نمیخواد جهاد بری با صدام به جنگی، این صدام تو همین شوهر محترم توه، اینو رعایتش بکن. چی کار باید بکنی؟ حسن و تبعل، خوب شوهرداری کردنه. خب اگه زن بی ادب باشه، همون تا رفتار غلطی دید، اخم و شمشیر رو اخم و میکشه، دیدید ابرو رو هم تیز میکنن مثل شمشیر، یک اخمی میکنن، خنجر زده تو قلب اون یارو. خب بعد بچه هم که میبینه، وای چه مادر میرغضبی، این بچه دیگه درست شدنی نی. روانشناسا یه حرفی زدن، ائمه اداره مسلم یه حرفی زدن، میگه خانوما آقاتون اومد خونه تا 10 دقیقه هیچ حرف منفی نزن، هیچ خواسته ای رو مطرح نکن، هیچی، هیچ عیبی نگیر، هیچ انتقادی نکن. اینا اهل بیت چی فرمودن؟ فرمودن نامو اول که اومد خونه اظهار عشق کن، خامش میکنی. اینا من جلو آقایون دارم میگم. این احترام موجب میشه بچه تو متعالی بار میاد، وای این خانوم داره حرمت حفظ میکنه، ادب را. آقا میخواد مدیریت بکنه، اونم باید احترام بکنه به خانم. میفرماید علیک فتکرمها و ترفق بها و ان کان حقک علیها اوجب. میفرماید آقا خانم رو باید اکرام کنی و رفق و مدارا باهاش داشته باشی، اگرچه حق تو به گردن خانم بیشتره، ولی تو هم باید احترام بکنی. نکن حالا تو حقت بیشتره، هر کاری دلت خواست باید بکنی. مدیریت میخوای بکنی، اطرافیان رو ادب و احترام اول اصله. سرش رفی نباید بره، سرش رفی نباید بره. افراد وقتی در یک خانواده کنار هم دیگه قرار گرفتن، اصل اولی ادبه. ادب یعنی احترام. من احترام بچه‌مو باید حفظ کنم، احترام همسر باید حفظ بشه، احترام نباید سرش بخوره.